اعتراض دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به فضای اختناق، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، فراخوان به گرد همایی دانشجویان ستاره‌دار در دانشگاه ملی تهران، درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی در سلوغان تهران، درگیری جوانان فردیس کرج با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی، تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه، اعتراض کشاورزان کوزران کرمانشاه، حرکت اعتراضی کشاورزان مریوان به اخاذی رژیم آخوندی، حکومت نظامی اعلام نشده در مریوان کردستان در وحشت از تظاهرات ضد حکومتی، اعدام دو زندانی جوان در میدان فردوسی مشهد در ملأ عام، اعدام یک زندانی در اصفهان به اتهام به هلاکت رساندن یک مأمور انتظامی و قتل یک دختر 17 ساله کرد در بانه کردستان توسط مأموران جنایتکار نیروی انتظامی. جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در یک حرکت اعتراضی علیه فضای اختناق خواستار برکناری سیف رئیس مزدور دانشکده شدند. دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیک تهران طی تجمعی خواستار برکناری رهایی رئیس مزدور این دانشگاه شدند. مزدوران حراست دانشگاه به دانشجویان یورش بردند. دانشجویان معترض توماری نیز در این رابطه امضا کردند. این اعتراضات از روز 20 آبان شروع شده است. شماری از دانشجویان دانشگاه ملی تهران اعلام کردند اول آذر ماه گرد همایی درباره دانشجویان ستاره‌دار برگزار خواهند کرد. تعدادی از جوانان در جاده سلوغان در منطقه 5 تهران کن روز شنبه 25 آبان با ماموران سرکوبگر رژیم که وارد رستوران کاکتوس شده و به اذیت و آزار آنها پرداختند درگیر شدند. ماموران زمانی که قصد داشتند چند تن از جوانان معترض را دستگیر کرده و با خود ببرند با مقاومت آنها روبرو شدند. مردمی که شاهد این صحنه بودند به کمک جوانان آمدند. ماموران رژیم از ترس خشم مردم مجبور به آزاد کردن جوانان شدند. جمعی از جوانان در پارک موسوم به چمران فردیس کرج با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. درگیری هنگامی آغاز شد که ماموران رژیم به اذیت و آزار یک خانواده پرداختند. به دنبال اعتراض مردم به ویژه جوانان، مزدوران نیروی انتظامی صحنه را ترک کردند. روز دوشنبه 27 آبان کشاورزان بخش کوزران کرمانشاه در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تحویل کود شیمیایی و کم کردن سهمیه آنها در مقابل بخشداری و سیلوی منطقه تجمع کردند. متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه روز دوشنبه 27 آبان ماه در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تحویل خانه‌هایشان تجمع کردند. جمعی از کشاورزان مریوان در اعتراض به اخاذی رژیم آخوندی در مقابل اداره کشاورزی تجمع کردند. ایادی رژیم سال گذشته تحت عنوان راه‌اندازی سیستم آبیاری از کشاورزان اخاذی کردند ولی تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادند. بنا به گزارش‌های دریافتی ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی در مناطق مختلف مریوان از جمله دارسیران، میدان دارایی، چهارراه بیمارستان، میدان سپاه و میدان سرباز به طور چشمگیری مستقر شدند و عملاً یک حکومت نظامی اعلام نشده را در این شهر حاکم کردند. مردم مریوان نگران جان زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی هستند و احتمال می‌دهند رژیم آخوندی قصد اعدام آنها را دارد. پشخیمان رژیم آخوندی دو جوان را که پسرعموی یکدیگر بودند در خیابان فردوسی مشهد در ملأ عام به دار آویختند. این اعدام که خبر آن تازه به دستمان رسیده روز شنبه 18 آبان ماه صورت گرفته است. بنا به خبر دیگری رژیم آخوندی یک زندانی 46 ساله را در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخت. اتهام این زندانی به هلاکت رساندن یکی از ماموران جنایتکار نیروی انتظامی بوده است. رسانه‌های حکومتی نوشتند متهم در یک تعقیب و گریز در محور داران تیران استوار شهرام رضایی مأمور نیروی انتظامی را به قتل رساند و دو نفر دیگر از مأموران را مجروح کرد. اوین عثمانی دختر 17 ساله اهل شهرستان بانه که با شلیک مستقیم مأموران جنایتکار نیروی انتظامی مجروح شده بود روز پنجشنبه 23 آبان جان باخت.
اوین عثمانی روز چهارشنبه 22 آبان ماه که به همراه همسرش تردد می‌کرد، مورد اصابت گلوله دشخیمان قرار گرفت و روز بعد در بیمارستان جان سپرد.